بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه رفقای عزیز، در ادامه مباحث ماژورها بودیم، داشتیم ماژورها رو دونه دونه میگفتیم. به اندازه کافی و ماژول سوکت کار کردیم تا زمانی که پروژه هاش برسه، و اون تولز هایی که آخر دوره قول دادیم رو بنویسیم. خب ماژول بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم ماژول سیس هست. ماژول سیس، خب ماژول سیس ما زیاد باش اینجا استفاده خاصی نداریم، فعلا ازش این استفاده ها رو میکنیم. فرض کن میگم import sys، اینو بیا برو پایتون بذارم. خب بعدش میگم چی؟ میگم یه ورودی از کاربر میخوام بگیرم، اما نه با اینپوت، بر اساس ورودی که از برنامه میگیرم. مثلا میگم چی؟ میگم a مساوی است با sys dot arg v. خب arg v چیه؟ الان ببین من برنامه رو اجرا میکنم، خب cmd رو که میزنم میگم اینجا یه ls بزنم، چی دارم ls یا dir بزنم، اینجا مثلا چیزی من ندارم که cd desktop یا cd بسم الله. من یه برمی دارم که اینجا ورودی بگیره. آره دارم اینجا چی دارم مثلا، بله همین خوبه. خب من میگم چی؟ ای پی کا تور. خب یه اینتر میزنم، میگه بر اساس ورودی که من میدی من خیلی کارا میتونم بکنم. مثلا میگم چی؟ APK dash help. مثلا میگم ها help اینو بهم میده. خب ورودی رو من ورودی مگه بهش گفتم help بهم بده؟ help بهم داد، از این فهمید که help میخواد. مثلا میگم ها اوکی، خب پس این ورودی از همون command از من گرفت. برای اینکه همچین چیزی داشته باشه ما میتونیم از چی استفاده کنیم؟ از sys استفاده کنیم. من بیام اینجا میگم import sys sys arg v. خب مثلا ایندکس صفرش اینجا پرینت بگیرم بهتر، میگم پرینت کن، پرینت کن کنترل سی کنترل وی کنترل وی آرگ یک آرگ دو کنترل اس تو دسکتاپ یک دات سیو ذخیره کن، ذخیره کن. اینجا من خود دارم اینو، این چیه؟ نه پایتون است. پایتون یک بود، یک. خب پایتون نو هم نوشتم، میگه چی؟ میگه لیست ایندکس اوت آف رنج، میگه هیچ ورودی بعد این میگه خزیات. حالا ببین این چی میشه. A B چی میگه؟ میگه ایندکس صفرش، خب اسم برنامه است، یکش A اینش B. حالا من میگم A مساوی است با این، B مساوی است با این. اوکی حالا if A مساوی بود با علی، پرینت کن
اوکی. همین. چی شد؟ بر اساس ورودی من اینجا بهش دادم، یعنی توی کامند میتونم چی دستور بدم طرف. خب مثلا میگم اگر علی بود، اگر ورودی کش علی بود، خب if بی مساعد با سلام مثلا چی کن os dot system dir. ایندکس صفر که خود اسم برنامه است، علی سلام اوستا سیستم. این خب این چون خروجی برای من نداشت، برای همین چیزی اینجا قرار نبود من خروجی از این ببینم، چون او سیستم این ریترنبل به اصطلاح. خب این از این. خب این پس قسمت اولش که این کارو برام میکنه. اگر یک بخش دیگه که من از ماژول سیس استفاده میکنم برای خروجه، مثلا فرض کن میگم if a مساوی بود با چی، مثلا همون علی بگم، sys dot exit، ببین چه اتفاقی میفته. از برمه خاره. حالا من فرض کن اینجا من پرینت میکنم هلو رو، چی شد؟ اینجا از برمه از کل اپلیکیشن خارج میشه. اوکی انگار برنامه رو بستیم، حکم این رو داره، حکم این رو داره. اوکی اگه بخوام اینجا نشونش بدم میگم import sys sys.exit از پایتون خارج. حالا اگه بخوام یه مثلا متنی هم توش بنویسم میتونم اینجا بنویسم که you exited مثلا، خارج شدی و خداحافظ. اینم از این. یه استفاده دیگه ای که از این دارم چیه؟ بحث پلتفرمه. پلتفرم رو قبلا خودمون داشتیم، پلتفرم داد پلتفرم رو گفتیم. اینم میاد پلتفرم ما میگه من چی اصلا اینو خواستم. آها کنترل زد حواس نبود. خب سیست نوع پلتفرم، پلت چند تا تی ببخشید حواسم دو تا تی گذاشته بودم. CLS کال این. اوکی حواسه نبود. چی شد؟ این تشخیص داد که وین سی او دو هم. ما قبلا پلتفرم داد پلتفرم هم داشتیم اگه یادتون باشه. من همینجا بیارم پایتون ایمپورت پلتفرم و میگم پلتفرم داد پلتفرم پلتفرم داد پلتفرم اینو بهم میداد. اوکی اونجا یه همچین قصه ای داشتیم، یا مثلا میگفتیم پلتفرم داد یو نیم.
خروجی به میگه مثلا این مثلا ویندوزی فلانه، این چی؟ این به من میگه import sys sys.platform، اگه درست نوشته باشه این بار win32، این بوده میگه ویندوزی، اگه لینوکسی باشه میگه لینوکسه، اگر مک باشه میگه داروینه، داروین. اوکی، این از این از این. پس ما تا الان sys.argv رو گفتیم برای ورود گرفتن از همون کامند sys.exit رو گفتیم. اینجا میتونم یه تکست هم توش بذارم، sys.platform هم گفتیم برای اینکه بگه ما توی چی سیستمی هست. خب اینا اوکی. باز هم از سیس میشه استفاده، ما فعلا همین قددش نیاز داریم. ماژول بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم ماژول BS4. ما توی وب اگه یادتون باشه ما ریکوست رو گفتیم، خب که برای درخواست های وب بود، گفتیم ماژول های زیادی هست. حالا اگه بخوایم اون درخواست وب رو تحلیلش کنیم، پارسش کنیم، به اصطلاح میگن وب اسکرپینگش کنم یا وب کرولینگش کنم، معمولا از ماژول هایی مثل BS4 استفاده میکنم. خب این دیگه اینو بردارم بیام همینجا همش رو بگم. خب میگم پایتون، من ایمپورت میکنم requests from BS4، ایمپورت میکنم BF4 کوچیک باید مینوشتم beautiful soup. خب من میتونستم همون BS4 رو ایمپورت کنم، اما به جای اینکه من از BS4 Beautiful Soup رو میخوام، اوکی، قبل از ورژن 4 هم Beautiful Soup بود، به ورژن 4 که رسید BS4 من فقط فانکشن Beautiful Soup رو میخوام. خب URL من مساوی است با، میگم به چی میخوای ریکوست بفرستی؟ به itc.io. حواسم باشه این ریکوست اینجوری میخوام، اوکی. خب حالا میگم چی؟ ریسپانس مساوی است با، یا اصلا ریکوست مساوی است با ریکوست دات گت یو آر ال. اوکی میگم به این یو آر ال ریکوست بفرست. ریکوست رو اشتباه نوشتم، ریکوئرس نوشتم. خب سب میکنم که بره. خب میگم req.status_code میگه 200 ریکوست گرفت. حالا من میخوام اینو با بیوتیفول سوپ آنالیزش کنم، این ریسپانسش رو آنالیز کنم. اول میگم چی؟ میگم مثلا سوپ مساوی است با، برای اینکه اشتباه دوباره ننویسم این. خب من محتوای این ریکوست رو بهش میدم، میگم رک دات کانتنت رو بگیر. پارامتر بعدی که میخواد نوع تجزیه و تحلیلی که این میتونه انجام بده، تجزیه و تحلیلی که میتونه بکنه، نوع نگاهش یکی HTML، فکر کنم HTML 5 پارسر یا HTML پارسر و LXML. خب به همین ترتیبی که نوشتم قدرت رندر و تحلیلشون بالا پای میشه. خب این فقط کد HTML، این علاوه کد HTML کد دیگه فهم، این هر چی کد جاوا اسکریپت جی کوئری سی همه رو این متوجه میشه. خب من از این استفاده میکنم، الان میگم چی؟ LXML با این رندر تحلیلش کن، با این انجین تحلیلش کن. میگه یک نوشتم ال ال
نوشتیم پارسه رو شاید نصب ندارم. ال XML for beautiful soup. Ctrl F L XML. این صفحه مزخرف اومد. خب ال ایکس ام ال الان چه گیری داری؟ آها گرفتم، حواسم نبود. اوکی خب اینم از چی؟ از انجین که میخوام این تحلیل رو با استفاده از اون انجام بدم. داخل دو تا سینگل کوتیشن و دابل کوتیشن میگی. خب حالا من میخوام داخل این ریکوست، الان من محتوای ریکوست به itc.ir رو خب دادم به این. من اینا رو دونه دونه بنویسم. اینا رو خب خطر 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 بتم ايه اوکی. خب حالا میخوام الان من سوپ دارم، میخوام الان مثلا من بیام با آیتیشی داترم باز کنم توی مرورگر، نه توی مرورگر دیگه بازش کنم. آیتیشی داتر، آیتیشی داتر این ریکوستی که سمت آیتیشید میره و ریسپانسی که میره، کنترل یو هم بگیرم، این اینه درسته؟ حالا من میخوام کنترل اف آیدی، این آیدی امپرور، آیدی امپرور. خب میخوام با همچی آیدی ها رو پیدا کنم تو این ریکوست هم. میگم چی؟ مثلا ریزالت مساوی است با سوپ دات فایند. میخوام پیدا کنی چی رو میخوام پیدا کنی؟ اونهایی که مثلا تگ ای دارن. این چی پیدا میکنم؟ حالا تایپ ریزالت رو بگیرم، میگه element tag. اوکی حالا من پرینت کن ریزالت رو ببین چی میگه. دوره ها اولین تگ ای پیدا کرد، چون این فایند اولی رو که پیدا کرد این بود، همین مثلا از بالا شروع کرد، اولین تگ ای که پیدا کرد، تگ ای تگ ای حالا نمیدونم کجاست هر چی. حالا نه من همه رو میخوام، میگم فایند فایند آل میخوام، نه فایند یه دونه، میگم فایند آل تگ ای ها رو. حالا میگم پرینت کن ریزالتو، هرچی تگ ای پیدا کرده بود همه رو برای من آورد. خب من لینکاشون رو میخوام، اینا اینجا بنویسم. اصلا میگم چی؟ مثلا ریزالت مساوی است با سوپ دات، میتونم فایند کنم با یه تگی. الان تگ ای گفتم، این چه کار میکنه؟ این find first element element by tag. حالا بعدی که میخوام بگم چیه؟ all element by tag، که همینو میام find all میکنم. خب من از اینا فقط لینک ها رو میخوام، نمیخوام همه، یا فقط تکس ها رو میخوام. خب میگم for l in
ریزالت. به ازای هر کدوم چی میخوای پرینت کن، لینک نه از اینا چیزی میخوام، لینکشو میخوام، ال دات گت چیشو اچرفشو چی شد؟ من همه لینک های اون صفحه سایت رو کرول کردم در آوردم، گرفتین؟ این چه قشنگ لینک ها رو در آوردم. مای اکاونت کارت، حالا یه فارسی نمیدونم چیه، اینستاگرامش، آپاراتش، جاوا اسکریپت، بوت، هرچی مهم نیست. اما و و و و خیلی راحت من بین حتی لینک ویدیوها رو اینجا در آوردم. اوکی، کانال یوتیوبش و کانال تلگرامش و و و و اوکی. خب پس من اینجوری حالا اگه بخوام لینک ها رو به اکسترکت آل لینک این پیج کنترل سی میگم با تگ ای، حالا هر تگی بود، اینجا تگ ای برامون فور ال این result پرینت کن. حالا خواستم پرینت بگیرم وگرنه من هر کار دیگه میتونستم انجام بدم. href. خب ببینیم این قصه چیه. ما بریم find اینو بیاریم. خب من میگم result ایندکس صفرش میگه چی؟ میگه این کی والیویبل. میگم خب اوکی، حالا اینو که گرفتی خب تایپ ریزالت رو گفت المنت. حالا اگه پرینت بگیری ریزالت رو چی به میگی؟ یه هم چیزی به میگی، درسته؟ خب حالا من دی آی آر میخوام بگیرم، دی آی آر نه دی آی تی. ریزالت رو چه قابلیتی داره؟ توی این یه تیکه ای که داره خیلی قابل، میگه result dot link بینم بهم میده result dot text. این تکستش رو بهم داد، متنش چیه؟ دوره ها. حالا چون تکست تکستش رو بهم داد اوکی. result dot href href بهم اینجوری نداد. من گفتم result dot get href. اوکی این کاری که با این من انجام دادم، لینکشو تکستشو من برای خودم استخراج کردم. اوکی پس این یکی از کارهایی که من میتونم با استفاده از سوپ انجام بدم. دیگه چی؟ دیگه چی؟ دیگه چه کار میتونم انجام بدم؟ خب این با تگ ای بود، من میخوام تگ ای برای چیمه؟ من میخوام مثلا سراغ چی بگردم؟ سراغ اونایی که یه کلاس خاصی هم. میگم کلاسز مساوی است با چی؟ همون سوپه دات فایند آله. خب اینجا اگر اینجوری تگ ای بذارم که تگ ای، اگر نه مثلا من بگم چی، من دایو میخوام و اون دایوایی رو میخوام که کلاس مثلا چیان نمیدونم، باید ببینم مثلا چیان. کنترل اف یه کلاسی بهم بده، کلاس اینن چی بود؟ این نمیدونم چی، هرچی هست یه کلاسیه دیگه. اونایی رو میخوام که کلاس اینه. خب دایو باشه. حالا این خروجی به میدسن، آره اینو به میده. خب پرین اگه بگیره اوکی، کلاس ها رو دارم این همشون دایوان دیگه. اوکی خب حالا من
از اینا. قولی رو میخوام که کلاس فکر کنم اینجوری باید بنویسم. آره اینجوری باید کلاس اینه. خب حالا پرینت کن کلاس ازو. کاش کی با مثلا کلاس از یک و دو می نوشتم که تعدادش رو بتونیم ببینیم. این الان چند تا شد؟ این اینقدر شد. الان من اینو بذارم توی کلاس یک، سی یک، اینو بذارم تو سی دو. خب لن سی یک رو به هم بده، 340 لن سی و دو رو به هم بده یه دونه. یعنی یه دونه بود که اون کلاس رو داشت. اوکی پس من میتونم علاوه بر اون تگ گذاری ها کلاس های اونا رو هم مثلا بیارم، بگم دایوایی میخوام که کلاسش فلان است. اوکی این کار من میتونم اینجوری انجام بدم. یا مثلا بگم چی؟ بگم فایند کن H1 رو یا H2 رو. H1 شاید کم باشه. کلاس این بیارم مثلا چی داریم؟ لن 32 صفر. کنترل F H2 چه کلاس بزرگی. خب اونی که تگ H2 داره و کلاس فلانه. حالا لن 32 رو بهم بده، میگه یه دونه داره. پرینت کن 32 رو چی هستن. اینه اشتو کلاس فلان 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 جدیدترین دوره ها، جدیدترین دوره ها. اوکی این پس بیام اشتو دیگه ای داشتیم که این نباشه. بوکامرس بوکامرس. خب اوکی مهم نیست. پس چی؟ من میتونم اینجوری سایتو تا این حد شخ بزنم. میگم من اینی میخوام که اینجوریه، اونی میخوام که اینجوریه. خب حالا اینی که میخوام اینجوریه، حالا من سی دو رو دارم. خب میگم پرینت کن. حالا میگم سی دو دات تکس به هم میده. کجا رفت؟ سی دو بود دیگه. پرینت کن سی دو دات تکس. فایند آل کردی سینگ. خب من فایند بزنم، میگه اگه فایند آل کردی باید تو حلقه بذاریش. من حالا پرینت. اوکی جدیدترین دوره ها. این چون فاپسیه تپنر قیچی اومده. مهم توانایی من توی گرفتن ایناست، این مهمه. اوکی پس من تکست هم تونستم از این چی استخراج کنم. من این کاری که خیلی راحت من میتونم با بیوتیفول سوپ بازی کنم. حالا مثلا من فرض کن اینجا آیتی شیت مثلا نه، یه سایتی که من میتونم صاف نمیداشت، یه همچین چیزی، میخوام لینک های این صفحه رو استخراج کنم. اوکی خب من اگه بخوام همچی کاری کنم، اگه توی مثلا موزیلا باشم، نمیدونم کروم همچی چیزی رو داره یا نه، چون مثلا من کروم باز نیستم. تولز ادانس، من اول اسم لینگوفر دارم، اگه نصفش کرده باشم نکردم. لینک گوفر اگه اینترنت به من یاری بده. خب الان من رو لینگوفر کلیک کنم، میگه اکسترکت آل لینک، همه لینک های این صفحه رو برام در میاره. خب میخوام ببینم همین کارو با پایتون میتونم انجام بدم یا نه. خب میگم یو آر ال مساوی است با سافت 98 دات ایار. اوکی خب بعدش این جایی که من اینم که انجام دادم،
نه ریکوست رو باید به این میفرستادم. حالا اشتباه از من بود که HTTP نداشته بودم، soft 98.ar URL بفرست beautiful soap و خب اینم از کانتنت رو به این میدم. حالا میخوام لینک در بیارم، میگم find all a for l in for l in result به ازای هر کدوم اینا که سرچ میکنی پرینت کن l.get hrefش رو اگه درست باشه. خب اینم آخرین لینکی که این به من داده چیه؟ ببین این الان من اینو این پیدا کرده درسته؟ خب کنترل اف کنترل وی، بله اینو داره. بعدش تعداد این من میام یه x مساوی است با خالی. خب اوکی، حالا همینو که می نویسم به جای پرینت میگم x.append کن، append نه append کن این رو، append نوشتم دیگه، append append کن این رو. اوکی حالا len x رو به من بده، میگه 301 دونه لینک اینجا داره. این واقعا 301 دونه هست؟ کنترل آ کنترل سی، کار با اینجا ندارم، کنترل وی، این 251 دونه است. یعنی حالت عادی این برام بهتر کار کرده. چرا؟ شاید، میگم شاید، شاید لینک گوفر اومده ببین مثلا بعضی لینک ها اینجوریه، بعضی ها اینجوریه، گرفتین؟ این لینک گوفر اینا رو در نمیاره یا اینا رو حذف میکنه، اما من اینا رو حذف نکرده. خب خیلی راحت میتونم اینا رو حذف کنم، آقا یعنی کاری کنم که اینا حذف شه. اوکی، اما واقعا سایتو شخ زد، هر چی لینک بود برای من همه رو آورد. خب این کاتگوری هاست دیگه، گرفتین؟ همین کارم این برام انجام داده. حتی اگر اغراق نکنیم امکان داره این کاری که این برای من انجام داد بسیار قوی تر از لینک گوفره باشه. این از این